خیلی از شما منتظر این ویدیو بودین که با پکیج جدید بیلیارد برم به مسابقه و اینکه اولین مسابقه توی توپ سیاه شهر پردیس توی پاساژ آتلانتیس یه بارم توی مسابقات شرکت کرده بودم و دوباره شرکت کردم بیمعتلی بریم به سراغ این مسابقات در رشته ایتبال بریم با هم تماشا بکنیم خب اینجا با یه جوون و بگم زیر 21 سال امیرعلی ستارپور عزیز و رقابت میکردم و اینکه بازی هم دو هزویه و همین چیزا خاصی نه اینجا رو ببینیم اینجا رو ببین داستان چیه اولین برک با چوب برک چی شد پاره شدم خودم خنده گفتم نگاه کن اولین ضربت اصلا ببین انقدر اومد بالا کیوبال ترسیدم نخوره تو صورت این پسر گل و اینکه اینم بود از اول خاطره اولین برک با چی شد آها آه ها بچه امیر عزیز اینجا یه اشتباه کرد و باید توپ ضربه من توپم پریده بیرون باید کیوبالو ورمیداشت از یک سوم به اون برمیز از دایمنت دوم دایمنت دایموند ببخش دایمنت نه دایموند دوم به اون ورا ضربه میزد اومد این ورا زد که من بهش توضیح دادم که خطا کردی و همین خطا باعث میشه که یادش بمونه دیگه تا آخر عمرش که وقتی تو ایت بال یه همچه اتفاقی رقم میخوره بدونه که باید توپو کجا قرار بده چوب هم که میبینید دست هم هستش بات بلک و مدل چهار چهارشه بعید میدونم کسی تو ایران دستش باشه من ندیدم ولی اگر باشه مطمئنا فقط تایید میکنه حالا سی به خاطر هر سه تا چوبم که چیز از کربن هستش بعد عادت کنم که با چیز بازی کنم با دستکش خب من اسنوکر بازم عادت ندارم با دستکش بازی بکنم با ولی چند فریم بازی بکنید با چی میگن عادت میکنید به اون بگم. جنس راه رفتن چوب عادت میکنید چون مثلا پل دست بسته واقعا بدون دستکش نمیگم اذیتتون میکنه با ازش راحت ترید اینطوری بگم بهتر اما بریم تو دل بازی ببینیم که چه اتفاقی رقم میخوره تو پای یه رنگ برای من هستش بازی ریس تو پنج و دنبال توپ ایت بال بودم ببینم که کجا میتونم پاتش بکنم فقط یه چیزی بهت بگم من با همه چوبی بازی کردم دیگه اصلا پاورش یه چیز دیگه است خو... اصلا یه, یه چای دیگه میزنه بعد دقت ضربه بمب بمب یعنی من, من خودم پیشنهادم به همه همینه اوه نتونستم بزنم پیشنهادم واقعا چوب کربونه ولی خب هر کربونی هم کربون بشو نیست تا باید حتما برند باشه مثل ماشین چینی میمونه و اینجا با باند یه نمه چاشنی سایت 8 تونستم بندازم بریم به سراغ فریم دوم بازی بچه خب اینم بگم و خیلی از بازیکن ها تجربه جلو دور این بازی کردن رو ندارن و خیلی خوشحالم که الان دارم با امیرعلی عزیز بازی میکنم با چون داستان چیزم تعطیله داستان اونی که قرار بودش که بازی بکنم با بازیکن ها اون کلا اون داستان رو تعطیل کردیم چرا چون اون مثلا الان امیرعلی عزیز خب اومده توی مسابقه شرکت کرده زیر 21 سالم هست حداقل منو کجا میزنم حداقل این مسابقه گرنا شرکت کرده با هزینه رفت آمد خورد خوراک ورودی چه چیز اولش بین 800 تا 1 میلیون تومان داره هزینه میکنه اوکی پس یعنی داره تلاشش رو میکنه من ترجیح میدم تو دل مسابقه بخورم به پست یه نفر حالا این میتونه زیر 21 سال باشه میتونه 50 سالش باشه اون داستانو کنسل کردیم اگر باشه باز با بازیکن ملی پوش این کارو ترجیح میدم انجام بدم که دیگه اون پیام های سمی رو من نگیرم خب اینجا نتونستم توپ چهار رو بزنم یعنی طرف واقعا یه سری فکر کردم ما مثلا دنبال حریف میگنیم بازی بکنیم پیام هایی که بر من میومد و در شهن من هم نیست دیگه به قول معروف. من, من, که نمیتونم بقیه رو درست بکنم خودمو که میتونم درست بکنم کنسلش کردیم که به قول معروف هم خودمون هم دیگرانو رو اذیت نکنه بریم سراغ یک ضربه کمبو توپ چهار رو میخواستم بندازم ولی کلا یه چیزی هم به نکته بگم گوشه ذهنتون باشه ها من همین امکان داره همین الان چوبه به این خوبی و نوعی و این جا به جا میکنم خاطر اینکه حالا آره من هم کارم اینه همین که تنوع دوست دارم و یعنی یه اگر تبلیم چی میگن استوری هم من دیدیم برای چون پکیج و چون هر چیز دیگه ای تعجب نکنید آخش بریم سراغ بازی فریم دوم رو داریم با هم دیگه تماشا میکنیم هر کاری کردم اون توپ نیفتاد اینجا اگر اشتباه نکنم آره اینجا اعلام کردم توپ چهار و توپ دو افتاد و اینجا متوجه نشد امیر جان بهش گفتم گفتم من دو رو اعلام کردم چهار ببخش چهار رو اعلام کردم توپ دو افتاده اینجا توپ چهار دارم برای کورنر پاکت میزنم نه نه افتاد. هنوز دستم حالا من هنوز چوبه رو دستم نشسته باورتون میشه من از اون موقعی که گرفتم هنوز باش بازی نکردم همون یه دونه بود که ویدیو رو گذاشتم افتتاحیه من رو بازی کردم یه دست و این بده این خیلی بده اینجا آروم اعلام کردم بخوره به چهار میدونم میخواستم چه کار بکنم یه جورایی هم بخ... دقیقا تقریبا چهار رو میخواستم همین ها نگه دارم به خاطر اینکه گفتم اگرم نیفته دم پاکت باشه بچه آدرس این باشکار هم میخواید بدونید شهر پردیس پاساژ آتلانتیس طبقه دوم باشگاه بیلیارد توپ سیاه هستش یکه آدرس رو بهتون بدم اینجا از زیر بند توپ شیشو میزنم اینجا نه نه ضربه خوبی نیست میگم هنوز چوبه نه وزنش نه رنگش هیچیش هنوز بهش عادت نکردم ولی به شدت خوشده است به شدت خوشده است نگم براتون اونایی که اگر تجربه بازی کردن با این باتو داشته باشن متوجه منظور من میشن اینجا یه کنون کردم خیلی تمیز خیلی تمیز ولی یه کوچولو کم اومد کاش اعلام کردم میدل پاکت من اعلام کردم بودم کورنر پاکت خب اینجا میخواست توپو به من نده توپ سه رو من در کجا میزنم نه نتونستم میدل بزنم ام، این توپ که اسنوکه آیا توپ سه رو دارم یا نه بله سه رو دارم میکشم برای توپ پنج پنج داره بله و اینجا با کنان دوازده توپ رو نگه میدارم و توپ 8 رو میزنم بریم با هم دیگه به سراغ فریم سوم فقط میخوام ببینید که با چوب بریک چقدر فرق پخشه اینجا رو ببینید زمین تا آسمون این مثل پنبه تقریبا میتونم بگم تو بازی هایی که انجام دادم باهاش 90 درصد تقریبا 80 تا 90 درصد توپم افتاده از میگم بریک, بریک کردن هم کلی تمرین داره اما بریم سراغ توپای بازی توپای یک رنگ رو انتخاب میکنه امیر عزیز و تا اینجا قصه خوب میزنه نه لانگشات خوبی نمیزنه راضی نیست از ضربش و اینجا توپای دورنگ میفته دست من خیلی برام عجیبه چرا تو این توپ رو میس میدی؟ یعنی به چی داری اون وسط فکر میکنی که اون توپ به اون سادگی رو نمیزنی؟ این خیلی برای خودم عجیبه حتی بعدا دلیلش رو به شما میگم خب اینجا یه ضربه لانگ شات توپ نو واه چطوری باید بزنم دیگه؟ خب توپ یک رو انتخاب میکنه نه نمیتونه بندازه اینجا نمیدونم توپو دارم یا نه قاعدتا ندارم که نمیزنم توپ نهو میزنم خب اینجا نها کن نگاه کردم ببینم زاویه تانجانتش کجاست و طبق اون بوم این میگن یک کلاس ضربه رو ببین یعنی کنون دیگه تمیزتر از این من نمیتونستم بزنم و اینجا توپ ده رو زدم اینجا رو ببینید اینجا یه قصه رو هشت رو اعلام کردم میدل پاکت واو اگه داریم یه بار خودت بزن اگر ویدیو رو ببین ببین من چی و کجا اعلام کرده بودم میافتاد فکر کنم یکی از بهترین ضربات اه... کل بیلیارد شو بود اگر این هشته میافتاد افتاد میدل پاکت کی اون هشته میره برای میدل پاکت دیدی کجا خورد واه نمیتونه بزنه اعلام میکنم کورنر به سمت راست با پل دست بستم من یه جاهایی خیلی خوب میزنم مثل اینجا و همین بچه قانونش هم اگر میخوایی بدونید توی ایت بال توپ یک بعد روی دایموند دوم باشه اوکی خب اینجا هم بره که خوبی انجام میده امیر عزیز ببینیم که محسله این قصه آیا توپی هست یا نه ازش پرسیدم اینجا توپی نیفتاد که گفت نه و من شروع کردم به ادامه دادن بازی و اینجا ای کیو بالا من افتاد کنون کرد با یه توپ دیگه بچه حتما حتما اگر دارین دستکش بیلیار تهیه میکنید یا اسنوکر توجه بکنید حتما نوک انگشت ها چی بهش میگن بیرون باشه میگی آقا چرا دلیلش اون نوک انگشت شما باعث ترمز دستتون میشه اگر اون اونم دستکش باشه سر میخوره دستتون اوکی تو پای دو رنگ رو تو این فریم انتخاب کرد من اینجا دنبال یه پلنت بودم کمبو میندازم اینجا رو ببینیم این ضربه که بینی اینطوری خودش رو آزاد میکنه فقط پاور چوبه خب نه راضی نیستم از این ضربه اصلا راضی نیستم و باید با دقت بیشتری بزنم این ضربات رو سه هیچ تا اینجا افتادیم جلو میگم جدول دو حذوی هستش هر بازی کنید دو بار ببازه از مسابقات حذف میشه و اینم به شما بگم که اینجا مسابقه وایسید واو چه دو سلامت خوبی اینجا دیگه اونطوری نیستش که اگر شما مثلا جدول برنده ها بیای بالا فینال رو دوبار بازی بکنی فینال یک باره یعنی هر باشگاهی قانون خودش رو داره ولی اولش مشخص میکنه که قانون چی هستش اینجا رو که زد خودش رو ماسک کرد و اینجا چوبش میسکیو میشه و اینجا رفتم <applause> بکنم اینجا زی اتفاق با میفته میافته بایی فکر کنم آره دیدم که یکی گیره خودم پاره شده من خنده چرا یکی خورد به هشت کیوبالم صاف پشت هشت وایستاده بود بعد یکی اومد خورد به هشته خراب کرد قصه ولی بریم بریم چی میشه خیلی بده دیگه این ضربه ضربه خوبی نیست خب اینجا ترتیب توپا خیلی مهمه برای اینکه شما میخواید میزو بزنید دکی دکی اخ این چه توپیه تو نمیزنی یعنی اصلا یه توپای عجیبی میس میدم باور کردنی نیست واقعا باور کردنی نیست آه نتونست بزنه نتونست بزنه و دوباره با پل دست کلوز بریج تو به یک کنترل کیو بالا ببین کنترل کیو بالا ببین وقتی چوب درست درمون باشه همینه دیگه شما دقیقا همون کاری که میخوای رو میز انجام میدی شفت اگر میخوایید بدونید ریوه دوازده و نوهه دوازده و یا دوازده و نوه. وف8ه ولی مثلا برای من اینکه اسنوکر باز هستم مثلا م دهو 4 بگیرم شفتمو حالا میگم مثلا چوب زیاد هستش الانم خیلی چوب داره به پیشنهاد میشه هم برای خرید و فروش و این داستان ها جا به جا میکنه تو مشکل نداره خب چهار هیچ بریم بریم چه اتفاقی میفته تا اینجا یه قصه که خوب زدم این توپ ده یازده سیزده یه جورایی گیره بله یه کمبای خوب سیزده رو میگیرم اینجا نو با یک کلوز بریج باید فقط خطی بیاد پشت 8 افرن ریس باشه با این کنترل کیوبال اوبال و این هم از توپ 8 و تمام شاید الان بعضیاتون اونایی که حالا دیده خیلی مثبتی ندارم بگن خب آقا این بازیه که مثلا خیلی یه طرفه بود پنجیچ و فلان و بیسانوی و این حرفا میدونم به چی فکر میکنم یادم میفتم که 20 سال پیش هیچ کسی نبود که به ما رسانه بده به ما دوربین بده انگیزه بشه برای بازی کردن بازیمون رو ببینیم ایبا ایرادمون رو ببینیم و به قول محروف به که فقط افراد باشگاهی که دوره میز هستن ما رو ببینن یه دنیا فارسی زبان بتونن بازیمون رو ببینم حالا در هر سطحی که میخواد باشه و اینکه من این کار رو انجام میدم و انشالله که اتفاق خوبی بیفته شاید مثلا همین دوست خوبمون یهو به من ده سال دیگه 15 سال دیگه به من زنگ بزنه یا تو تور حرفه‌ای باشه یعنی یا یادت مثلا اولین باری که جل دور می رفتیم مثلا تو اسنوکر شو یا بیلیارد شو بود من کارم رو انجام دادم وظیفه خودم میدونم که این رسانه رو در اختیار تمام کسایی که عاشق این ورزش هستن قرار بدم و امیدوارم شما با لایک و کامنت و سابسکرایب حمایت بکنیم منتظر ویدیوی بعدی باشین دوستتون دارم تا یه شب دیگه یه ویدیو دیگه فعلا خیلی چکرین چک عکس هایی که دارین مشاهده می کنید خدماتی هستش که میتونید از بیلیارد شو دریافت کنید پکیج آموزش تصویری بیلیارد و که شرکت در کلاس های حضوری و در آخر فروش کلیه لوازم جانبی بیلیارد و که لینک کلیه موارد توی دیسکریپشن موجود هستش